اگر انسان در عمل ناپاک باشد، اگر انسان دائما گناه بکند، دائما دروغ بگوید، دائما غیبت بکند، دائما تهمت بزند، دائما مال مردم را بخورد، دائما ظلم بکند، دائما از عیاذ بالله مثلا به زن نامحرم به نگاه بکند و نظر غیبت داشته باشد یا عیاذ بالله زنا بکند، اینها روح انسان پلید میکنه. دیگه ایمان در چنین روح پلیدی جا ندارد، در میرود، روح تاریک میشود. نه تنها ایمان، سایر اندیشه های پاک انسانی هم همین جور است. پس کوشش بکنید فضای روح خودتون را برای خداشناسی مساعد کنید. میخواید خداشناس باشید، دروغ نگید. میخواید خداشناس باشید، غیبت نکنید. میخواید خداشناس باشید، تهمت نزنید. میخواید خداشناس باشید، کینه مردم رو در دل خود راه ندید. میخواید خداشناس بمانید و خداشناس بمیرید، حسادت در روح خودتون وارد نکنید. با حسادت‌های روح خودتون مبارزه بکنید، با تکبرهای روح خودتون مبارزه بکنید، با بدخواهی‌ها در روح خودتون مبارزه بکنید، با نفاق‌هایی که در روح شما وجود دارد مبارزه بکنید. همه اینها را با ضدش عمل بکنید. یه جا که می‌بینید مثلا حسادت می‌ورزید نسبت به یک شخصی، همونجا بروید به همون شخص احسان بکنید، نیکی بکنید. وقتی که می‌بینید احساس تکبر می‌کنید، متقابلا فوراً عمل متواضعانه انجام بدید و امثال اینها. روح خودتون رو پاک بکنید. وقتی که روح خودتون رو پاک بکنید، اون وقت میبینید چجور اندیشه های عالی و پاک در روح شما میاد. اون وقت است که روح شما پاک میشود. یه روح پاک نمیتواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد. باور نکنید که یک روح پاک باشد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.